صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف با اعلام اینکه جان صد هزار کودک در غرب موسل در معرض تهدید است خواستار محافظت از کودکان شد پیتر هاکینز نماینده یونیسف در عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این سازمان گزارش های نگران کننده دریافت می کند که هاکیست غیر نظامیان و کودکان بسیاری در غرب موسل در معرض کشتار قرار دارند که برخی از آنان نیز در هنگام تلاش برای فرار از درگیری ها که هر لحظه در حال تشدید است جان خود را از دست داده وی با اشاره به اینکه جان کودکان در معرض خطر است و تروریست ها از آنها به عنوان سپرهای انسانی استفاده می کنند افزود کودکان غرب موسل با خشونت های رو ای روبرو هستند و حتی برخی از آنان در برخی از مناطق وادار به مشارکت در درگیری ها و خشونت می شوند. هوکینز تاکید کرد نزدیک به 100 هزار دختر و پسر در شرایط بسیار وخیمی در شهر قدیمی موسل و مناطق دیگر غرب این شهر ناتوان ماندند و در بین شلیک گلوله ها سرگردانند. شاین ذکر از های تندروی داعش اجازه ترک این مناطق را به خانواده ها و غیر نظامیان نمی دهند و در صورت تلاش برای ترک مناطق غیر نظامیان را به قهت می رسانند. ها از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند تا از حملات کوبنده نیروهای عراقی در امان باشند که به گفته ی منابع میدانی این امر پیش روی نیروهای عراقی را برای حفظ جان غیر نظامیان و حداقل تلفات تا اندازه‌ای کند کرده است.